یه لحظه ما هم روی این نکات بازدارندگی رو دقت کنیم با اجازهتون. بازدارندگی خب یه مفهومیه، مفهوم نظامیه که هم سیاسیه هم نظامیه، ولی هم یه بخش سایکولوژیکال هم داره. وقتی این شبه نظامی ها و حامیانشون مانند دولت جمهوری اسلامی نمی ترسن یا میگن خب بر اساس توازن قدرت یه طرف است، یعنی اون سمت طرف اسرائیل یا طرف آمریکاست، میگن خب ما بایستی توازن قدرت رو، توازن اراده رو یا توازن منفعت رو ببریم به سمت خودمون. برای همین ما اگه داده ها رو نگاه کنیم، 170 و اندی بار از 17 اکتبر تا به حال این شبه نظامی های ایران در سوریه و در عراق با حملات خمپاره ای، حملات راکتی، حملات انواع موشک مانند موشک های زمینی کروز و موشک های کوتاه برد بالستیک به این پایگاه آمریکا، به اضافه راکت البته، به این پایگاه نظامی آمریکا در سوریه و عراق و اخیراً اردن حمله کردن. یعنی اینا اساساً باور ندارن که چون آمریکا این توانایی رو داره در منطقه بتونه از اون توانایی به مراتب استفاده کنه، و این تکرار استفاده ابزار نظامیه که بحث برانگیزه و باعث سوال الان که مثلا آقای جو بایدن توان اینو داره یا اراده اینو داره که این رو عملیاتو به مرتب تکرار کنه، یا در خاک عراق یا در خاک سوریه یا در جای دیگه. و وقتی هم از بازدارندگی میگیم، کلا دو نوع بازدارندگی وجود داره. کسی الان در منطقه شک نداره که نظام بازدارندگی به سمت مانع ایجاد کردن آمریکا هیچ کم و کسری در اون صورت نداره. اگه نگاه کنیم به دریای سرخ، اگه نگاه کنیم به سیستم‌های ضد موشکی مانند پیتریوت، مانند ثاد، و سیستم‌های ضد حملات هوایی مانند سی‌رام که هم در خاک عراق و هم در خاک سوریه است، آمریکا اونجا کم و کسری نداره. ولی آیا آمریکا اراده رو داره که به سمت بازدارندگی تنبیه کننده بره؟ این بحث برانگیزه و این سوالم هنوز ناتمام مونده.